اجرای طرح واکسیناسیون خودرویی پس از سرخ حصار و بوستان ولایت امروز به ایستگاه ورزشگاه تختی در شرق تهران رسید. دادم بله بله. ما دیدیم ماسکو برداشته پس خیالت راحته. 77 سال ماشاءالله. خب شما هم دارید این واکسن بزنید؟ بله بله. مادرتون هستن؟ بله بله. خب فرسی چیزی که نداشتن؟ نه نه. زیاد رفتن دکتر و چیزا. ترس ندارم. امروز فکر کنم یه چیزی نزدیک 50-60 من نوشتم. شاید برای کسی پیش نیومد از کسایی که تا الان تجربه داشتن. خدا رو شکر الحمدلله مشکلی نبوده. این طرح اجرای دومین مرحله از طرح شهید حاج قاسم سلیمانی است که با تعامل بسیج و مسئولان بهداشت و درمان در حال اجراست. مرحله بعدی در بوستان یاس فاطمی این کارو خواهیم کرد و بعدم در مراکز شمال و غرب ان شاء الله کارو ادامه میدیم. ما قصد داریم ان شاء الله در هر منطقه حداقل یک نقطه ما مرکز تزریق واکسن خودرویی رو راه‌اندازی بکنیم. امروز همچنین در مجتمع دارویی هلال ایران بیماران خاص نیز واکسن دریافت کردند. اومدم دیالیز و واکسن بزنم بهمون و خیالمون راحت شه که میریم بیرون دیگه ترسی نداشته باشیم. حدود 10 ساله دیالیز میشم. شنیدم که زحمت کشیدن برای واکسیناسیون بیماری‌های خاص دیالیزیا تشریف آوردن. مایعات زیاد مصرف می‌کنی، هیچ چیز دیگه فقط نخور. تزریق واکسن کرونا برای بیماران دیالیزی امروز با رعایت تمام شیوه‌نامه‌های بهداشتی انجام شد. البته قرار است از فردا ساماندهی خاصی در بحث واکسیناسیون بیماران خاص صورت گیرد. 4 بیمارستانی که کرونایی نیستن و بیمارستان نسبتاً تمیز از نظر ارائه خدمات تلقی میشن رو برای این کار اختصاص دادیم که فردا افتتاح رسمی یکی از این بیمارستان‌ها برای ارائه خدمات به بیماران خاص خواهد بود. توجه داشته باشیم که بیماران خاص متفاوتند با بیماری‌های زمینه‌ای. مثلا فرضون بیماری هموفیلی به طور مثال یه بیماری خاصه یا بیماری تالاسمی، مواردی از این قبیل که بله سرطان، دیالیز، پیوند اعضا، اینا در واقع مصادیقی هستن که طبق تعریفی که در وزارت بهداشت و نظام سلامت وجود داره اینا تحت عنوان لیبل بیماری خاص شناخته میشن. نمیخوان باشه. بله اصلا گروه خب خیلی از اینا گروهای سنی پایین‌تر هستن. واکسیناسیون ها مرحله به مرحله در حال برگزاری، اما خطر کرونا همچنان جدی است و در 24 ساعت گذشته 310 نفر به دلیل ابتلا به بیماری کرونا از بین ما رفتند. اگرچه که روند اجرای واکسیناسیون کمی سرعت گرفته، اما با توجه به اظهارات مسئولان وزارت بهداشت تا پایان سال حداقل زمان میبره تا واکسیناسیون عمومی به طور کامل انجام بشه. بنابراین تا آن زمان همچنان باید شیوه‌نامه‌های بهداشتی رعایت بشه. مهدی نقوی، خبرگزاری صدا و سیما.